آن سوی دریای آرام ایرانی ناآرام و عزادار و اینجا آثاری که برای وطن می‌خواند و زنانی که هنر و فرهنگ ایران را به نمایش گذاشتند. کشور اسلامی عمان امسال میزبان مراسم بنیاد توسعه آقاخان 2022 است. بنیادی که مؤسسش رهبر مذهبی شیعیان اسماعیلی است. رهبری که با وجود جایگاه مذهبی متناسب با تحولات جهان و زندگی معاصر زندگی می کند و 45 سال است در راستای توسعه هنری و فرهنگی و کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان، هند، کشورهای آفریقایی و آسیای میانه فعالیت دارد. هر سه سال یک بار بنیاد توسعه آقاخان از کسانی که با هدف مشترک در این راستا قدم برمی‌دارند تقدیر می‌کند. در این سال‌ها از افغانستان و ایران کم نبودند کسانی که جایزه آقاخان را دریافت کردند. زنان و مردانی که دغدغه مشترک دارند و هیچ چیز بیشتر از فرهنگ و هنر کشورشان برایشان ارزش ندارد. امسال در بخش معماری و موسیقی نام‌هایی از ایران و افغانستان می‌درخشد. پروژه‌هایی که نشان از استعداد و توانایی‌های مردمان این دو سرزمین دارد. زنان توانمندی که راه پرفراز و نشیب را طی کردند تا به اینجا برسند. گروه گلشن، زنان جوان با هنری که توجه همه حاضران سالن اپرای مسقط را جلب کرده. در شرایطی که دلشان ایران است و شجاعت زنان ایرانی زبان زده مردم جهان. و یا هنرمند دیگر از افغانستان، داوود خان، که بعد از سالها دوری از وطن با رباب خود می نوازد که شاید صدای سازش خبر از حال او را دهد. در روزهایی که زنان و دختران افغانستان برای یکی از حقوق اولیه خود رفتن به مدرسه می جنگند و کشته می شوند. در روزهایی که رباب ها و سازهای این مملکت شکسته می شوند و صدایشان گریه مردم این سرزمین است. ولی وطن خب مثل مادر است. دامان مادر است. این احساس فعلا در قلب ماست. اگر این نمی بود موسیقی نمی کردم. موسیقی وطن هر پارچه که می نوازم، هر نغمه که می نوازم یاد وطن می آید، یاد اون زمان می آید. و بله، خب هر جا تغییرات آمده، در وطن هم تغییرات آمده، مردم دیگه آمدن، اما اون خاطراتی که بود که ما را وادار ساخت به عشق وطن و عشق موسیقی، اون همیشه در قلب ماست و اونا تعقیب میکنیم و خوشام هستم. همیشه یاد وطن میکنم و چیز گریه هم احساساتی میشم، گریه میه، چون مدت زیاد شد که همه بابای من و این آرزو بود که پس دوباره بریم وطن. یاسمین شاه حسینی، دختری جوان دیگر و یکی از برندگان جایزه، با عود می نوازد در کنار هنرمندی از تانزانیا، قاری قرآن، آهنگساز و خواننده موسیقی مذهبی، اجرایی که نشان می دهد موسیقی زبان خداست و مرز نمی شناسد. من با برادران خواهران ایرانی زیاد تماس دارم و با هنرمندانشون کار کردم. با یاسمین جان زیاد آشنا هستم. همیشه جایی که من میرم یونان، اون نام میاین و کوشش میکنن که تدریس کنن. اما جای تاسف است که همچو حالت در اوجا هست. بنیاد آقاخان همچنین امسال از هنرمند دیگر تقدیر کرد که سالهاست در زمینه تولید و انتشار آثار موسیقی فعالیت می‌کند. دکتر محمد موسوی،
سید محمد موسوی، مشهور به موسوی ماهور، مؤسس مؤسسه فرهنگی و هنری ماهور. 3 سال پیش و در اولین دوره از موسیقی بنیاد آقا خان در کشور پرتغال، استاد محمد رضا شجریان، هنرمند برجسته ایرانی، جایزه ویژه داوران را از آن خود کرد. مژگان، دخترش و شاگردان او به روی سن رفتند، مرغ سحر را خواندند. گرچه استاد موسیقی ایران در جمع ما نیست، اما شاگردان و یاران او خوش درخشیدند. طناز خامه، عمان.